سفر غیر مترقب جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به کابل، توقیف یک قمندان ارشد شبکه طالبان پاکستانی، تدویر یک نشست تجارتی در دبی و دیگر اخبار سرخط چند خبر و گزارش این ساعت را تشکیل می‌دهد. بینندگان محترم تلویزیون آشنا سلام، لینا روزبه هستم. برنامه امروز شنبه 12 ماه اکتبر سال 2013 را با خبری از افغانستان آغاز می‌کنم. ایمال فیضی سخنگوی حکومت افغانستان بیان داشت که مذاکرات میان رئیس جمهور افغانستان با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در کابل روی موضوعات نهایی در قبال موافقتنامه امنیتی تا عصر امروز شنبه وارد دور سوم می شود که در آن روی موضوعات مانند تعداد اساکر آمریکایی که باید بعد از سال 2014 در افغانستان باقی بماند و دیگر جزئیات بحث صورت خواهد گرفت. با گفته آقای فیضی، دو موضوع مهم وجود دارد که دو کشور باید روی آن به موافقه برسند تا این موافقت نامه تا ختم ما نهایی گردد. ولی وی در مورد این دو موضوع جزئیات را ابراز نداشت. به دلیل انکشاف این مذاکرات، کنفرانس مطبوعاتی مجوزه دو مقام ارشد نیز امروز به تعویق افتاده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر از قبل اعلام نشده دیروز به کابل رسید. این در حالی است که مذاکرات در میان کابل و واشنگتن روی این موافقت نامه امنیتی از اوایل سال جاری جریان دارد. در یک حمله انتحاری صبح امروز در مقابل ساختمان قماندانی امنیتی ولایت ننگرهار، حداقل 4 تن به شمول 2 پلیس کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. فضل احمد شیرزاد، قماندان امنیتی این ولایت، در نخستین لحظات بعد از انجام این حمله به خبرنگاران گفت که در این حمله 2 پلیس و 1 فرد ملکی کشته و 2 پلیس و 4 فرد ملکی مجروح شدند. با گفته قماندان امنیتی ولایت ننگرهار، این رویداد هنگامی رخ داد که حمله کنندگان انتحاری موتر کرولای مملو از مواد منفجره را در برابر دروازه قماندانی امنیتی این ولایت در شهر جلال آباد منفجر ساختند. تا حال مسئولیت این رویداد را گروهی و یا فردی بر عهده نگرفته است، ولی در گزارش طالبان مسئولیت همچون حوادث را به دوش گرفتند. باز هم از افغانستان، ایالات متحده بر روز جمعه تایید کرده است که اساکران یک قماندان ارشد طالبان پاکستانی را در توقیف دارند که صدمه بزرگ بر شبکه طالبان پاکستانی و فعالیت‌های آنان به شمار می‌رود. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده بیان می‌دارد که لطیف محسود، یک رهبر ارشد تنظیم تحریک طالبان پاکستان، در توقیف اساکر آمریکا در حال به سر می‌برد که وی در یک مأموریت نظامی توسط این قوا دستگیر شد. گروه طالبان پاکستانی نیز توقیف وی را تایید کردند، ولی بیان داشتند که وی به تاریخ 5 ماه اکتبر توسط اردوی افغانستان در منطقه غلامخان واقع در سرحد ولایت خوست با پاکستان توقیف شده است. استخبارات پاکستان نیز توقیف محسود را تایید کرده و بیان نموده است که وی در توقیف اساکر آمریکایی به سر می‌برد. از اخبار افغانستان می‌پردازیم به اخبار و خبرهای در رابطه با ایالات متحده. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با ملاله یوسفزئی، دختر نوجوان و فعال پاکستانی که به دلیل کوشش‌هایش برای ترویج معارف در میان دختران کشورش هدف طالبان قرار گرفت، ملاقات کرد. رئیس جمهور همراه با میشل اوباما و ملیا، دختر 16 ساله رئیس جمهور که هم سن و سال ملاله است، بر روز جمعه با او ملاقات کردند. قصر سفید می‌گوید که رئیس جمهور از ملاله خاطر فعالیت‌هایش برای ترویج معارف دختران در پاکستان سپاسگزاری کرد. این ملاقات در عین روزی که کمیته جایزه نوبل جایزه صلح را به بنیاد ممنوعیت از سلاح کیمیاوی ارائه داد که روی امهای این نوع سلاح در سوریه کار می‌کند صورت گرفت. و خبرهای دیگری از منطقه توجه کنید. یک طوفان بحری شدید و باران بر روز شنبه در سواحل شرقی هند حس شد، در حالی که صدها هزار تن برای نجات از شدت گردباد که انتظار می‌رفت تا چند ساعت دیگر بر زمین فرود آید در پناهگاه‌ها به سر می‌برند. 600 هزار تن در عصر جمعه از منطقه اوریسا به پناهگاه‌های موقت انتقال داده شدند. مقامات در اندراپردش می‌گویند که تدابیر امنیتی برای تخلیه 52 هزار تن دیگر را در حالی که این گردباد مقتدر گردیده است دارند.
و مقامات ایتالیایی میگویند که یک کشتی ماجرین در نزدیک سواحل سیسیلی غرق شده و باعث کشته شدن بیش از 30 نفر شده است. این دومین حادثه از این نوع در طول این ماه در این منطقه به شمار می رود. مقامات گفتند که بیش از 200 تن به روز جمعه در یک ماموریت مشترک میان کارمندان ایتالیایی و مالتا نجات داده شدند. مجروحین توسط طیاره به شفاخانه لامپدوسا انتقال داده شدند. در واقعه مشابه دیگر حدود 300 تن بر اثر غرق شدن یک کشتی که از افریقا به سمت ایتالیا در حرکت بود کشته شدند. شبه نظامیان در شمال مالی در حال انسجام یافتند که مردان و زنان جوان را به خاطر آمادگی برای حمله به شمال آن کشور آموزش می دهند. انلاک خبرنگار صدای آمریکا اخیراً از یک پایگاه آموزشی شبه نظامیان در منطقه سیواری کشور مالی بازی به عمل آورده است و گزارش دارد که همکارم تقدیم می کند. نسل جدید شبه نظامیان گانداکای. رهبران این گروه این شبه نظامیان را در ماه اپریل پس از آن دوباره منسجم نمودند که گروه های مسلح سه منطقه را در شمال مالی تصرف نمودند. داوطلبان باید یک کورس آمادگی را قبل از سرباز شدن سپری نمایند. قماندان جبرئیل موسا دیالو از جمله آن اده افسران پیشین ارتش است که گروه شبه نظامیان گانداکای را به منظور مقابله با شورش های سالهای 90 میلادی ایجاد نمود. من در پیشگاه 1000 جنگجوی جوان و وطن پرست ایستادم که برای آزاد سازی مناطق شمال آماده اند. این جنگجویان متعهد می باشند. آنها به پول و یا معاش ضرورت ندارند. آنها شجاعت دارند. قماندان موسا می گوید این گروه در حدود 1500 تن جنگجو دارد. جنگجویان تازه نفس در این محل متعلق به دولت زندگی نموده و آموزش نظامی می‌بینند. اینجا از پایگاه نظامی مالی فاصله چندانی ندارد و در جنوب خط مقدم جبهه قرار دارد. اکثر جنگجویان از منطقه شمال می‌باشند. مریم در ماه می به این گروه پیوست. پس که تو سه که هر کاری را که یک مرد انجام داده می‌تواند یک زن نیز می‌تواند انجام دهد، فقط باید جرأت داشت. احیای دوباره این گروه باعث ایجاد نگرانی از تحول درگیری ها و خشونت های قومی در شمال مالی شده، همان گونه که در دهه 90 میلادی اتفاق افتاد. اما قماندان موسا می گوید که هیچ گونه بدرفتاری تحمل نمی شود. این جنگ به خاطر انتقام گیری نیست. این جنگ عزت است. ما وقار خود را از دست دادیم و ما آن را دوباره می خواهیم. ما می خواهیم مردم خود را که تحت اشغال رنج می برند آزاد سازیم. اگر بعضی ها دستورات را نادیده گرفته و در پی انتقام جویی باشند، ما آنها را مانع خواهیم شد. واضح نیست که گروه های شبه نظامی چون گانداکای چی نقشی را در حمله بر شمال مالی بازی خواهند کرد. اما تا حال شش گروه شبه نظامی شمال که از گروه های مختلف قومی نمایندگی می کنند، زیر چتر یک ائتلاف ناپایدار به نام نیروهای میهنی مقاومت یا FPR متحد شدند. هارونا توری رئیس FPR در باماکو پایتخت مالی میگوید مذاکرات در گذشته به نتیجه نرسیده و در حال حاضر گزینه‌ای در اختیار نیست. او میگوید به یک جنگ مصالحه نیاز است. میدانم که این واژه متناقض به نظر می رسد، اما این کاری است که انجام خواهیم داد. بدین معنا که ما مناطق را توسط عسکر اردوی خود آزاد خواهیم کرد و آن ظالمان را برای همیش از بین میبریم تا تمام اقوام دوباره در صلح زندگی کنند. اما با برگشت به منطقه شمال دیده می شود که آمدن صلح یک راه طولانی در پیش دارد. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. کنفرانسی در رابطه با تجارت و ظرفیت سازی که در آن عرصه در رابطه البته با افغانستان در دبی دایر گردیده است. تفصیل بیشتر این موضوع را از همکارم وکیل احمد احساس میشنویم، خبرنگار تلویزیون آشنا در دبی که از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای احساس سلام بر شما. بفرمایید که میزبان این نشست کدام ارگان بود، کیها در او شرکت کردند و چه موضوعات در او مطرح شد؟
لینا جان، کنفرانس از سوی سازمان همکاری های کارفرمایی هالند برای تاجران برگزار شده بود. در این حال آیلو هم نقش داشت و اتاقای تجارت دبی هم در این کنفرانس در برگزاریش نقش داشتند. موضوع عمده که در این کنفرانس و در همه کنفرانس هایی که مطرح میشه نگرانی های سرمایه گذارای افغان است در افغانستان. مشخص است کم توجهی دولت و ناامنی در عرصه سرمایه گذاری و اخاذی ها. شما این گزارش با هم ببینید، بعد از گزارش با هم صحبت. جا گرفتن مافیا در بدنه سکتور خصوصی افغانستان سبب شده است تا تاجران نتوانند در این کشور معیاری و مؤثر در جامعه جای باز کنند. این گفته تعدادی از سرمایه گذاران افغانی است که در کارگاه سه‌روزه بلند بردن ظرفیت تجارت در افغانستان در دبی شرکت نموده بودند. این کارگاه که از سوی برنامه همکاری هالند برای سازمانهای کارفرما دایر شده بود، هدف آن آموزش دفاع از تاجران و لابیگری در زمان تصویب قوانین تجارتی عنوان شده است. شرکت کنندگان این کارگاه میگویند مناسب نبودن قوانین و مصلحتی بودن حکومت و از سوی هم اخاذی های بی مورد در جریان تجارت در افغانستان یکی دیگر از دلایل کند بودن رشد تجارت در این کشور می باشد. از یک طرف قوانینی که وضع شده در افغانستان مناسب نیستن از لحاظ محیط و از لحاظ سطح. این قوانین هستن برای اروپا و برای امریکا ترجمه شده، به شرایط ما مناسب نیستن و ما قدر با مو سطح برشان برای تطبیقشان ظرفیت نداریم. یک بخش مافیا با وجود آمده، یک بخش از اشخاص و افراد در بدنه سکتور خصوصی که او را متضرر می سازن و رقابت ناسالم با وجود میارن. او قشر با وجود آمده که از طرف یک تعداد زورورای دولت رهبر حمایه میشه به شکلی از اشکال. به گفته این تاجران، چند دسته بودن امور تجارتی از سوی دولت افغانستان و ایجاد شعبات مختلف سبب شده است تا روند تجارت در این کشور رشد خوبی نداشته باشد. به نظر من مشکل عمده مشکل همکاری بین دولت و اتاق تجارت است. به خاطر اینکه اگر ببینین اتاق تجارت تناس و دولت بعضی سازمان های دیگر کمک میکنه، مثلا ایسا و ایپاک، اونا سازمان های هستن که افغانستان انویستمنت سپورت ایجنسی و افغانستان اکسپورت پروموشن ایجنسی، اینا ایجنسی هستن که باید امرای اتاق تجارت یک جا کار کنند. داره که دولت باید اصلا یک پارتنر اتاق تجارت باشه، نه در مقابلش نباشه. این سرمایه گذاران افغان که در این کارگاه سه‌روزه شرکت نموده بودند با اتاق تجارت دبی نیز دیدار کردند تا از تجارب آنها برای رشد تجارت و ایجاد روابط میان تاجران و دولت استفاده کنند. وکیل ساس، صدای امریکا، دبی. گرچه در این گزارش ما برخی از نگرانی های تجارت پیشگان افغان و مسئولین شنیدیم، ولی عمده ترین نگرانی که تاجران افغان داشتند و در این نشست دور تبارز دادن چی بود؟ لینا جان، دو سه مورد ما از زبان تاجرای افغان در دبی در دو سه سال گذشته متواتر میشنم و به این مرحله دو موردی که مشخص است، یکی اینکه اخاذیه بی مورد خانجان الکوزی، یکی از کسانی که در عرصه تجارت در افغانستان نقش فعال داره، میگه که ما در گمرک افغانستان مبلغ خاص به عنوان مثال از یک موتر باردار 30,000 افغانی وقتی کرایه میدیم، 30,000 دگی از زیر به دروازه های ولایت باید از بشاروالی مقبول بدیم و این پول به دولت افغانستان نمیره، این پول به جیب های شخصی میره. و گفته خانجان الکوزی میگه ما از رئیس جمهور خواستیم که انمی پول ما به گمرک حاضر هستیم همه پول ما پردازیم، اما این پول معلوم نیست کجا میره، هر کس هر چه دلش خواست میگیره. یک مسئله است. مسئله دوم، در چند وقت پیش وقتی موترهای باری تاجرای افغان در پاکستان اجازه داخل شدن افغانستان داده نشد، به گفته آقای الکوزی 5 میلیون دلار دولت پاکستان از تاجرای افغانستان در همین مدت که بار افغان ها در پاکستان مانده بود زمین پولی یا تکس جای گرفته. اینها آمدن نظر جمهور افغانستان گفتن که این 5 میلیون دلار حداقل کار کنن که 50% تکس ما در دولت افغانستان کمتر بشه تا ما حداقل بتانیم قیمت مواد در افغانستان، مواد خوراکی برای مردم عام بلند نره. مگر از جمهوری را امضا کرد، اما وزیر مالی افغانستان به دلیل اینکه من نمیخوام که تا عایدات که وزارت مالی کم بیایه حاضر نیستم، باز هم از ما تکس دوچند گرفتن که سبب شد ما این قیمت سر مردم وضع کنیم. تا چه حد اینا نگرانی را در مورد سیستم تجارت در افغانستان داشتن؟ بالفرض بازاریابی برای تولیدات خود و فروش تولیداتشان زیر نام صادرات افغانستان.
دقیقاً یکی از مشکلاتی که اینا دارن به گفته خودشان تا هنوز اینا قطر ورزیده نتونستن در عرصه سکتور خصوصی ایجاد کنن و مشکل اساسی هم اینه که اینا نمیتونن حداقل بازاریابی کنن و در این حالی که بازاریابی کردن نمیتونن دولت افغانستان هم سهولت‌های فراهم نمیکنه تا اینها بتونن حداقل مال را که در داخل افغانستان تولید میشه اینا به بیرون ارائه در حال حاضر در دبی بسیار خریدار دارن ولی مارکت افغانی وجود نداره. ممنون و تشکر از شما آقای ساس از گزارشی که در رابطه با این نشست و نگرانی تجارت پیشگان افغان در دبی تبارز دادین. برمیگردیم به خبر روز در کابل. طوری که شنیده جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده در کابل است و روی موضوع امضای موافقتنامه امنیتی دو جانبه میان دو کشور با رئیس جمهور افغانستان بحث و مذاکره میکند. سفر وزیر خارجه ایالات متحده و اهمیت امضای این موافقتنامه در بخش همکاری میان دو کشور موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه از کابل است. محترم آقای محمد نجیب عزیزی استاد پانتون آمریکایی از استودیوی صدای آمریکا در کابل با ما هستند. آقای عزیزی سلام به شما، ممنون از حضورتان در برنامه. در حال حاضر که ما این بحث را داریم، آقای کریم و آقای کرزی مصروف آنچه از جانب آقای فیضی در سوم مذاکره روی مائده خوانده شده قرار دارند که تاکنون البته کنفرانس مطبوعاتی هم روی همین موضوع فسخ گردید. فکر میکنید طوری که آمریکا خواسته بود این موافقتنامه تا ختم این ماه یعنی ماه اکتبر به امضا برسد در بین دو کشور؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار زیاد تشکر. اولتر از همه میخوایم که مزدت خود پیش کنم از اینکه از وقتی که باید اسم اینجا می بودم آمده نتانستم. جای خوشی است که تیم کرکت افغانستان چنون به جام جهانی 2015 جا پیدا کردن و امروز اینا از دبی پس برگشتن. دیگر به خاطر ازدحام در سرکا به نهایت زیاد بود. میایم روی موضوعی که آقای جان کری دیروز به کابل رسیدن و دیشب اولین دور مجلس با رئیس جمهور آقای حامد کرزی و تیم کاریشان داشتن. بسیار زیاد مهم است که قرارداد امنیتی بین ایالات متحده آمریکا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک نیاز مبرم است. یعنی در یه شک و شبه نیست که جانبین میخوان که قرارداد امضا شود، ولی طوری که همه آگاه هستیم که دو موضوع بی‌نهایت مهم است که بالای او بحث و مباحثات از بسیار وقت زیاد جریان داشت و غالبا که در هفته گذشته تیم های کاری که از طرف هر دو مملکت کار میکردن به یک موقعی رسیدن که دیگر اینا نمیتونستن که با هم دیگر صحبت کنن و یا ای است که کلمه انگلیسی را استفاده کنیم که به یک ددلاک مواجه بودن. به این خاطر است که آقای کری به کابل سفر کردن و خواستن که با شخص رئیس جمهور صحبتایی داشته باشه. برداشت شما از موضع دو کشور چیست؟ ایالات متحده میخواد موافقتنامه تا ختم ما یعنی اکتبر به امضا برسه. آقای کرزی میگه افغانستان عجله‌ای نداره، میتونه رئیس جمهور بعدی بعد از انتخابات روی موافقتنامه قرار کنه و خانه تدویر یک جرگه سرتاسری در افغانستان شده. نظر شما در مورد موضع دوگانه در قبال موافقتنامه چیست؟ حقیقتا درک من است که هر دو مملکت اهمیت موضوع را می دانن و حتی امریکا با وجودی که آخر ماه اکتبر من حیث تاریخ تعیین کردن که باید قرارداد به امضا برسه، ولی در عین زمان امریکایا ای را هم می دانن که آقای کرزی فعلا تحت فشارهای گوناگون داخلی است و نمی تانه که تصمیم نهایی خود به قدر زودی بگیره، ولی در عین حال دولت افغانستان همچنان با وجودی که از لوی جرگی عنعنوی صحبت میکنن و همچنان میگن که حکومت آینده، ولی در اخیر روز حکومت افغانستان هم میداند که توانایی از این ندارن که با امریکایی ها به یک نکته برسن که با امریکایی ها بگن که ما قرارداد امضا نمیکنیم و بعدن حکومت های آینده میکنه. امکانات از این است که دید و دیدها و گفتگوها رو این موضوع از ماه اکتبر به اون طرف هم جریان پیدا کنه، ولی در اخیر روز موضوع مهم می است که هر دو مملکت اهمیت قرارداد می دانن و هیچ وجه مبرم دیده نمیشه که هر یک از این مملکت ها پایکشی کنن از موضوعی که باید که سرانجام به امضا برسن. فکر میکنین آیا تصمیم نهایی و امضای موافقتنامه امنیتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برای افغان ها مهم نیست؟ یا فکر میکنین اگر بعد از انتخابات و رئیس جمهور تازه هم روی کار بیاید و هنوز مذاکرات روی از این موافقتنامه جریان داشته باشه تاثیر روی اوضاع در افغانستان از خود بر جای نمیگذاره؟
دو موضوع بسیار نهایت مهم است که حکومت افغانستان نتانسته که به موافقه توافق کلی خود اظهار کنه. یک موضوعی است که باید دشمن تعریف گردد و بالخصوص اگر افغانستان مورد تهدید می باشد از همسایگان و یا از دشمنان خود، مانند یک از اعضای ناتو، حکومت ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای ناتو باید از افغانستان حمایت کنند. و موضوع دوم این است که هر وقتی که ایالات متحده آمریکا خوان ازی باشه که در داخل افغانستان عملیات نظامی داشته باشه، قبل از عملیات نظامی باید که ارگان‌های امنیتی افغانی در جریان کامل باشن و اونا تصمیم بگیرن که آیا عملیات میکنیم یا نه. یعنی دو موضوع بسیار کلیدی است از جانب حکومت افغانستان. و ناقابل تردید است که آقای کرزی و تیم کاریشان نمیخوان که اینا بدون از اینکه به یک فیصله نهایی بین دولتین صورت بگیرد این قرارداد امضا کنند. ولی در اخیر روز افغان ها میخوان که ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای ناتو در افغانستان اساکر داشته باشند، نظامیان از اینا دیدنشان برای آینده افغانستان یکی از تضمین های خواهد بود که حداقل او اختشاشات داخلی را که در موردش بعد از 2014 یا 2015 صحبت میشه تا به حد زیاد میتونه که آرام کند. ولی در اخیر روز باز هم نظر شخصی معمی است که ما باید که موافقت نامه را امضا کنیم، ولی عجله بسیار زیاد ما به کار نداریم. بله، خب فکر میکنین که این وسواس نوع تردید و عملکرد محتاطی که حکومت افغانستان در قبال امضای موافقت نامه از خود تبارز داده به طور طویل مدت میتونه به نفع افغانستان در قبال کسب همکاری و تعهد یکی از عمدترین متحدین از او که امریکاست بیانجامه؟ دقیقاً یعنی ما هم اگه میفهمیم که مذاکرات سیاسی بلخصوص وقتی که اینقدر حائز اهمیت باشه برای هر دو مملکت، هر کس کوشش میکنه که چانه‌زنی های خاص خود داشته باشه و همگی کوشش میکنن که با مفاد خود هر چقدر که مواد را بتونن در قرارداد بگنجانن، و فعلا حکومت افغانستان همچنان از این تاکتیک استفاده میکنه. ممنون و تشکر از شما آقای عزیزی، تشکر از تحلیلی که در قبال موضوع را دادین. البته مذاکرات در بین دو مقام در حال حاضر در کابل جریان داره و ما شما را در جریان تازه ترین تحولات در قبال این موضوع در طول برنامه در بخش پشتو قرار خواهیم داد. سوال امروز در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا نیز در مورد اهمیت امضای موافقتنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان و نوعیت همکاری دو کشور در دهه آینده بود. تعدادی از اعضای صفحه در مورد این سوال این گونه ابراز نظر کردند. آقای زبیالله سعیدی از کابل نوشته است: سرنوشت افغانستان با آمریکا گره خورده است. هر دو طرف باید منافع یکدیگر را در نظر بگیرند. آقای برکت الله بابکرخیل از کابل نوشته است: مردم از ایالات متحده می خواهند که افغانستان را در دهه آینده تنها نگذارد. شما نیز می توانید با عضویت در این صفحه نظرات خود را در مورد سوال روز هر روز با ما در میان بگذارید و در تبادل نظر نیز که یک ساعت بعد از ختم برنامه در این صفحه صورت می گیرد شرکت کنید. آدرس صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا facebook.com/voatvashna. در این صفحه بعد از ختم برنامه روی اهمیت امضای موافقتنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان و مباحثات در جریان در کابل تبادل نظر خواهیم کرد. امیدوارم شرکت در آن را فراموش نکنید. چهره های مورد اعتماد و آشنای تلویزیون آشنا، اکنون صدای آنان را از طریق رادیو آشنا 100.5 FM نیز بشنوید. شیکاگو مرکز ایالت الینوی میزبان تعداد کثیری از مسلمانان آمریکایی است. از سالهای 1900 بدین سو که اولین گروه مسلمانان فلسطینی به این ایالت مهاجرت کردند، تا کنون حدود 85 مرکز اسلامی و مساجد در آنجا ایمان شده است و مسئولیت یکی از این مراکز اسلامی بر دوش نصیر رؤوفی امام افغان است و مالک یک رستوران در این شهر نیز میباشد. همکارانم ژیلا ناصری و اکمل خالقی شما را در جریان فعالیت‌های این افغان مهاجر مقیم شهر شیکاگو در این گزارش قرار می دهند. نصیر رؤوفی امام مرکز اسلامی و مالک افغان کباب سالها قبل بعد از آنکه زندگی خود را من حیث یک مهاجر در ایالات متحده آغاز نمود، به شیکاگو پایتخت ایلینوی نقل مکان نمود. شیکاگو خو یک شهر بسیار خوب، یک شهر بسیار از هر نگاه گرچه خنک زیادی داره به نام شهر ویندی سیتی یاد میکنن شه، اما از نگاه کار، از نگاه آرامی منطقی که ما زندگی میکنیم آرام است. یک شهر
یعنی آرام هم بگیم که باشن نیست دیگه، خود طبعا در تمام شهرها هست، ولی شیکاگو دیگه روی نفته میجره خوش کردیم، زندگی پیش میره. شکر است. روفی برای پیشبرد تجارت های مختلف در شیکاگو کوشش نمود و در تنظیم مرکز اسلامی در منطقه نیز همکاری کرد. تعداد از مردم با کمک مالی این مرکز اسلامی را در محل سابقی که یک کلب شبانه بود ایجاد نمودند. در مدت همین وقتی که آمدیم 20-25 سال من ممبر همین مسلم کمیونیتی سنتر شیکاگو هستم و فعلا هم در اینجا عضوشان بودیم و مسجد هم تا بسیار وقت تا همین الان کلیم مسجد پیش ما هست. ما از طرف صبح نماز مسجد باز میکنم، نماز آذانش الحمدلله ایام از برکت همی دین است و همی راست پیش ما است. هر روز همی مسلم کمیونیتی سنتر اولین مسجد است که در شهر شیکاگو خریده شده سال 80 و از این جایر به نام مادر مساجد ایلانا یاد میکنند. نصیر رؤوفی میگوید آنها تعداد زیادی بازدیدکنندگان دارند که تدریجا به اسلام مشرف میشوند. خوزه الورادو یا عبدالرحمن که اسم اسلامی وی است، از یک خانواده کاتولیک به اسلام روی آورده و معتقد است که اسلام وی را به فرد بهتر مبدل ساخته است. اسلام برای من تهذیب معنوی و شخصی را فراهم آورده است. واقعا وقتی که میگویند اسلام یک شخص را تغییر میدهد، در واقعیت همین طور است و فرد قلبا در باطن و ظاهر تغییر میکند. اسلام شخص را فرد بهتر میسازد. اسلام فرد را با شخص خودش، اطرافیانش و خالقش پیوند میدهد. بر علاوه مسئولیت مرکز اسلامی، رؤوفی همچنان مالک یک رستوران افغانی است که برای مسلمانان منطقه غذای با کیفیت حلال را عرضه می کند. تقریبا 6-7 سال میشه که بزنس رستوران را جور کردیم. نمیجه در این بزنس هست فضل خدا به نام افغان کباب. در شیکاگو تنها یکانه رستورانه که فعلا از افغان ها هست همین رستوران افغان کباب است که ما هستیم. شکر فضل خدا مردم زیادتر از نگاه نان افغانی و اینا خوش دارن میاین. رستوران رؤوفی تا حد معرف افغانستان نیز می باشد. بازدیدکنندگان شهر شیکاگو با استفاده از راهنمای آیفون این رستوران را در میان رستوران های حلال می توانند پیدا کنند. رؤوفی از رقم مشتریان مسلمان و بازدیدکنندگان منطقه راضی است. رؤوفی همچنان معتقد است که همکاری با جامعه افغانها و اجتماع مسلمانان در کنار مسئولیت های خانوادگی برای وی من حیث یک مهاجر در آمریکا امر مبرم و ضروری است. فعلا چون یگانه مشکلی که در شیکاگو است سردی هواست، دوستا بسیار زیاد طرف کالیفرنیا رفتن، یعنی اینجا هست در حدود 300-400 فامیل افغان هست شکر افغان ها، اما در کمیونیتی نداریم که یک ارگانیزیشن باشه و دیگه باشه. هر دو رستوران افغان و مرکز اسلامی در منطقه شناخته شده شیکاگو در طول سال به شمول زمستان سرد این ایالت به فعالیت ادامه میدهند. ژیلا ناصری و اکمل خالقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، از شهر شیکاگو ایالت ایلینوی. تیم کرکت افغانستان بعد از موفقیت در مسابقات و واجد شرایط شدن در مسابقات جام جهانی سال 2014 دوباره به افغانستان بازگشتند. تفصیل بیشتر این موضوع را از آقای وحید الله فیضی ساپی، خبرنگار تلویزیون آشنا، بشنویم. آقای ساپی سلام بر شما. تبریک گفته شدی تیم اکنون برای مسابقات، البته 2014 نه بلکه 15 واجد شرایط شدن، بفرمایید که بازگشت از اینا به کابل چگونه بود؟ دقایق پیش تیم ملی کرکت افغانستان پس از آن که برای مسابقات 2015 50 اووری استرالیا صعود کرد به کابل برگشت و از سوی علاقمندانش و مسئولین بورد کرکت افغانستان تشویق به عمل آمد و جاده‌ای که به میدان هوایی کابل منتهی شده بود به صدها جوان را به نظر می رسد که از تیم ملی که برای اولین بار به قهرمانی رسیده است ستایش کردن و از تیمشان استقبال نمودند. همچنان بازیکنان تیم ملی خرسند بودند که مردم به استقبالشان به میدان هوایی کابل آمده بود. کی
بله آقای سپاهی، آیا در مورد ای که از مقامات ارشد حکومت و غیره برای استقبال از این تیم آمده بودن هم معلومات دارین و قدم های بعدی برای از این تیم چیست تا مسابقات جام جهانی سال 2015؟ بله، بعضی از وزرای کابینه حکومت افغانستان و وکلا و همچنان مقامات بلندرتبه در میدان هوایی دیده میشد که از تیم ملی کرکت افغانستان استقبال کردند و مسئولین میگن که از امروز به بعد که در حدود 500 روز بر مسابقات جهانی باقی مانده است، بالای تیم افغانستان کار خواهند نمود تا خوبتر به بازی بپردازند. ممنون و تشکر از شما آقای ساپای. باز هم امیدوارم تفصیل بیشتر در قبال بازگشت تیم و مسابقات بعدیشان با شما در میان بگذاریم. در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفته ایم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.